خر با صاحب چی میگن؟ چی گفت؟ چطور با بارش گم میشه؟ بعد یه تو تابستون سر قرار رفتن. خب بچه ها شالم هم سرم کردم آماده آمادم. خب که بریم. خیلی از این ویدیوهای میکاپی رو آماده شدم با من دوست داشتید. یه دونه سورپرایز خیلی ویژه دارم، میخوام که با هم آماده شیم و یه میکاپی رو بهتون آموزش بدم که خوراک دلبریه. دل بردم واسه پسره، یعنی این میکاپ رو انجام بدی 100% پسره حال میکنن. انقدر میکاپیه که واقعا میکاپ و میکاپ نیست، میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا قرار نیست میکاپ عجیب غریب زیادی انجام بدیم، قرار نیستم خیلی میکاپ کمی باشه. یه میکاپیه که چون پسرایی که بدون آرایش میپسندن دوست دارن، چون پسرایی که با میکاپ میپسندن دوست دارن. پس بنابراین با ما باشید که اگه میخواید دلبر شید و مخه پسرا رو بزنید و همچین ببرید، با این میکاپ میشه. طبق معمول من خیلی جوش زدم به خاطر حالا عادتهای ماهیانه هم هست، ولی خب دیگه چه میشه کرد. بعد شروع کنیم برای شما ویدیو بگیرم دیگه، من با این جوشا هم باید بگیرم. خب آقا برید بیایید تا شروع کنیم. قبل از هر چیزی یه سری نکات هم میخوام بهتون بگم که خیلی مهمه و پسرها واقعا از اینکه دختر اونجوری آرایش کنن بدشون میاد، یعنی اون نکات پسرها بدشون میاد. گوشی مفتود رو کوکو. کوکو ماما ببخشید. بچه من داشتم میگفتم من چرا خب رینگ لایت همو نمیذارم، پایه نمیذارم، نمیدونید گوشت رو یعنی کجا میذارم، رو آینه میذارم. خب آها داشتم میگفتم یه سری نکاتی که آره پسرها واقعا بدشون میاد. بعد از هر چیزی یه ذره پرایمر بزنیم، از اونجایی که تابستونه و خیلی هم آفتابه، من زیاد اهل ضد آفتاب نیستم، ولی خب دیگه باید ضد آفتاب بزنیم. آها بچه پسرها از این دخترهایی که یه عالمه کرم میزنن و یه لایه انقدری کرم پودر صورتشونه مثلا متنفرن، چون واقعا خیلی چیز فیکیه. یعنی مثلا اینجور میکاپ ها فقط واسه عکاسی و ویدیو و اینا خوبه، یا مثلا دیگه مهمونی خیلی مهمونی طور، وگرنه هیچ پسری خوشش نمیاد دختر انقدر کرم پودر داشته باشه. خواستم بگم که در جریان باشید. پس بنابراین یا یه کرم پودر یا ضد آفتاب خیلی سبک بزنید یا اصلا نزنید. من میخواستم نزنم ولی خب خیلی جوش دارم، پس بنابراین یه چیز خیلی سبک میزنم. میتونی شما نزنید، فقط کانسیلر بزنید، یا اینکه یه چیز خیلی سبک نمیزنم. اشکال نه، جوش دیگه، جوش یه عامل طبیعیه. من چیکار کنم آقا؟ من چیکار کنم؟ میخواد بخواد نمیخواد نخواد. میریم واسه یه کانسیلر. نکید نیست ولی خب کانسیلر کن. یعنی خر با صاحبش میگن چی گفت؟ چطور با بارش گم میشه؟ خر با صاحبش گم میشه. پیدا نمی کنم کانسیلرم. یه دقیقه بایستی بچه، من هنوز هم کانسیلری که دنبال شدم رو پیدا نکردم، مجبورم از یه کانسیلر دیگه استفاده کنم. قبلش که مثل سری قبل اشتباه نکنیم، اول از هر چیزی من میگم که ژل ابرو رو بزنیم. ژل ابرو رو بزنیم. خب یه نکته دیگه هم که میخوام بهتون بگم، پسرها از این ابروها متنفرن. پس زیاد ابروهاتون رو لیفت نکنید، در حد خیلی نرمال. یعنی اینا واقعا ثابت شده است و از چندین پسر شنیدم، از داداشم بگیر تا پسرهای غریبه تر، از همه همه شنیدم که واقعا بدشون میاد از ابروی خیلی اینجوری بالایی. ولی ما قشنگ میدیم بالا بعد فرمش میدیم. خب به این حالت، به این صورت. این سراغ اون یکی ابرومون. آره دیگه اصلا نداریم ابروهاتون این شکلی باشه. در کل پسرها خب واقعا هر کاریشم بکنید بچه ها
نچرال بدون آرایش بیشتر میپسندن تا با یه عالم آرایش. نمیگم مثلا هیچ وقت آرایش نپوشید، من از هم آرایش کردن خوبه، بعضی موقع واسه تنوع باید آرایش های مختلف کرد، میدونی هم خودت حال میکنی هم مثلا انرژی بقیه عوض میشه حال میکنن، ولی خب از آرایش خیلی زیادم خوششون نمیاد. بریم سراغ قسمت بعدی میکاپمون. من یه کمی ضد آفتاب میزنم، یه ضد آفتاب خیلی کم، ولی حس میکنم که یه کم رنگش تیره تر از پوستم خیلی هم نه، ولی یه کم تیره تره، ولی خب دیگه چیکار کنم. واقعا آخه کرم پودر و اینا یه روشن چی میگن هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، اصلا هیچ کاوری نداره. من مثلا الان از این کرم پودرم که همیشه استفاده میکنم، همیشه که نه، یعنی این کرم پودرم که خیلی زخیمه از اون استفاده نمیکنم، چون اون واقعا زخیمه و انگار برنامه ای انجام شده روی صورت و این واقعا بد. اینو بریم فیدش کنیم، فید بلندش کنم با یه بیوتی بلندر بلندش کنیم. حالا اینم خیلی فکر نمی کنم رو دوشان تاثیر بذاره، خب دیگه به هر حال ضد آفتاب اصلا بهتر، صورت تو حالت طبیعیش میمونه. اینو بلند 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 بچه ها. بعد یه چیزی هم که خیلی مهمه و مهمه که رعایت بکنید، کانسیلر خیلی سفید نزنید، چون که همین که خط شده جدا از همه چیز، دو این که اونم باز پسر رو دوست ندارم، جدی میگم واقعا دوست ندارم، و این که بهتره که یه چیز یه درجه از مثلا پوستتون روشن‌تر بزنید، مثلا رنگ پوستتون بزنید، چون دیدیم که زیر چشم مقدار تیره تر، الان برای منم زیر چشم بزنید تیره تره، ولی کرم پودر رو یه درجه مثلا روشن‌تر از پوست است، میگم کانسیلر یه درجه روشن‌تر بزنید. میگم زیاد حکم کرم پودر رو نداشت این ضد آفتاب، ولی خب بهتر از هیچی. خب بچه اینه، من تقریبا بلندش کردم، خب بعد دیده میشم اینجا. آره یه چیزی که خیلی حواستون باشه این که کرم پودرتون مثلا دیدین بعضی جاها بلند نمیشه و دورنگ میمونه، خیلی حواستون باشه اونجوری نشه، چون خیلی توی چشه و تو ذوق میخوره. واسه گرفت زدن کانسیلر این سری یکم فرق میکنه. اول پشت پلکتونو کانسیلر بزنید و زیر چشمتونو نزنید. الان بهتون دلیلش رو میگم. اینو بلندش کنی. آره داشتم میگم اینو بلندش میکنیم، تون تونم بزنید که خط نیفته. یه ذره هم اینجاتون بزنید، صورتتون رو باز و برشاشتر بعد بچه ها برای فیکس کردنش پشت پلکتون از پودر فیکس استفاده نکنید، قراره که از سایه استفاده کنیم. سایه منو ببین خدا، من این سایه تقریبا این رنگی میزنم به کل پشت پلکم، خیلی رنگ ملایمی باید باشه، همجوری میزنید به کل پشت پلکتون که انگار حالت طبیعی پشت پلکتونه. میدید چی میگم؟ کل شده همیتون میرم منو حالا میزنید تیره شد، ولی حالا یه درجه روشنتر بهتر، نه البته خوبه دیگه. آره به این صورت اینو که زدید پشت پلکتون یکم بیرونم بیارید، اصلا فرق نمی کنی که نامرتب بیاد یا نه، یکم به سمت بیرون چشمتونم بیاد به این صورت که بعد میخوایم یه حرکت دیگه بزن. بهتون قول میدم که آخرش
یه میکاپ فوق العاده ای میشه. ببینید الان چه افتضاحی شد، ولی اصلا فکر نکنید که قرار همینطوری بمونه، اصلا قرار نیست، چون ما میخوایم کانسیلر بزنیم و اینکه اینجا رو یه خط ایجاد میکنیم که این داستانی که به وجود آوردیم رو ببره. کانسیلر همیشه استفاده میکنم، من پیدا نکردم، این رو پیدا کردم. این چیه؟ تو فیس. خب همه این بلندش کنیم. من پودر فیکسم رو آماده بذارم که سریع بعدش بزنم که چی میگن خراب نشه. من کانسیلرم واقعا یه ذره روشنه، ولی خب من سعی می‌کنم کاری کنم خیلی خط، یعنی میدونین چیز ایجاد نکنه که قسمت زیر چشمم روشن‌تر از بقیه صورتم، خط نندازه یه جورایی. یه ذره این گوشه چشمتون رو خط بندازید، همون جایی که گفتم سایه رو تا بیرون بیارید یک کم گوشه چشمتون رو خط بندازید، نه زیادا، بعدش یکم فیدش کنید اونجوری هرچی آرایش خطی تر باشه انگار بیشتر میکاپ کردید، پس برابر این خیلی هم خط نندازید. خب من این رو یه ذره فیکسش کنم، نه خدایی خیلی هم روشن نشد. الان واقعا حتی کولرم روشنه، ولی من داره پوستم عرق میکنه اینجا، خیلی هوا گرمه. این بده بده تو تابستون سر قرار رفتن. اینم به همون شکل یه حالت خطی چیزی بندازید که خوب باشه. قیافه من و تو رو خود اصلا خودم رو نمیبینم، خیلی هم خطی نشه، اینو یادتون نره. دوباره اینا فیکسش میکنیم با اینجاها، خیلی شما اینجاهاتون رو خیلی عرق میکنم. من اولین جایی که تو آرایشم خراب میشه این خط خندمه وقتی عرق میکنم. خب بریم سراغ مرحله بعدیمون که یه ذره فرموژه میزنیم. و اینکه میریم سراغ این که بچه ها اول یه ذره این بمونه. آها، روژگونه صورتی رو بردارید یا تینت یا هر چیزی که استفاده میکنید، وقتشه که یکم خودمون رو لبگلی کنیم در همین حین. یکم اول از اینجاها شروع کنید، اینجاهاتون رو سرخابی کنید. هم میتونه صورتی باشه، هم میتونه چی میگن نارنجی باشه، یه توناژ نارنجی داشته باشه، یا از تینتی هر چیزی که استفاده میکنید. من با این پودری های زن راحت ترم ببرم این دماغ رو، بعد اینا رو هم باهاش همجی با تعمودش پاک کنید بره. به این صورت کانتور نکنید. خب بچه ها کانتور شون خیلی مشخص میشه، همینطوری باشید، از همین صورتیه یه ذره به عنوان کانتور استفاده کنید، چون قهوه‌ای به صورتی رنگ نشرال تریه، قهوه‌ای خیلی تو چشم میزنه. اینم خیلی چیز نکنید که مشخص باشه، انگار واقعا اینجا دون توی آفتاب سوخته میدونید، شبیه این لب گلی هایید. خب میریم سراغ مرحله بعد. بچه ها از هر هایلایتری که استفاده میکنید
هایلایترتون رو بردارید. مثلا من الان از این میخوام استفاده کنم، ببینم. آره همین خوبه. هایلایترم خیلی غلیظ نباشه، مثل نرمال هایلایتر بینی بزنید یکم و اینجاتون یکم بزنید، خیلی کم. و اینکه من که از سایر شایندار نخواهیم استفاده کنیم که خیلی اگزاجره باشه، از همین هایلایتر یکم بزنید به پشت پلکتون، در حد اینکه مثلا چشمتون رو مثلا وقتی دارید پایین رو نگاه میکنید چشم مثلا پشت پلکتون یه برقی چیزی داشته باشه، خیلی خوب میشه. اینا فیدش کنم خط نیفته. آره به این حالت یکم هایلایتر زدم، همین. ببینم اینجامون خط نیفته از سایه. بعد بچه یه دونه خط چشم قهوه‌ای یا آکوای قهوه‌ای بردارید. خب نمیخوایم خط چشم بکشیم، میخوایم یه کوچولو خط چشم بکشیم. یه کوچولو که فقط یه فرمی به چشممون بده، یه حالتی بده. و اصلا هم زیاد پیدا نمیشه، فقط میبینید تمام فرم رو به چشم میده. یه دارم میخوایم میبینید در همین حد ملایم و کم و همین حد. من یکم بلندترش کردم ولی خب الان یکم فیدش میکنم. دیدید؟ به این صورت، یعنی به خاطر اینکه خیلی حالت خطی نداشته باشه یکم بالاشو فید کردم که فقط چشممو مثلا کشیده تر نشون بده. به این صورت هم رو یکی چیز هم انجام بدم بیام. خب بچه این کار رو انجام دادیم به این شکل خیلی نحیف و ظریف. میریم سراغ ریمل. ریمل هم که خوب بزنید که موجه بلند چشم رو شهلا میکنه. در همین حد که ریمل بزنید کافیه، یعنی مثلا اگه موجه مثلا کاش ندارید لازم نیست که موجه بچسبونید. در همین حد به نظر من کفافه. و اینکه بچه یکم هم زیر چشممون رو قرمز کنیم بد نیست. آه راستی یه دارم رفته بود ریمل میزنیم باید دهنه باز باشه. این شکل بعد چیکار بخواستم کنم؟ زیر چشممون رو قرمز کنیم، قرمزی صورتی چیز. بچه قرار نبود مثلا آرایشمون اصلا پیدا نباشه ها، قرار بود میکاپی بکنیم که مثلا پسرها انشون نگیره. بگرم فکر نکنید قرار بود پیدا نباشه بعد من الان آرایشم پیداست بیاید بگید که این یالم آرایش بود. نه اصلا اینطور نیست. دیدید خیلی ملایم. خب اونو که زدین یک کوچولو هم موجه های پایین این گوشه ای ها رو بزنید، همین در همین حد گوشه ای ها رو فقط بزنید که چشمتون کشیده شه گرد نشه. اینا رو بزنین چش خیلی گرد میشه. خب بعد بچه برای
کانسیلر رو که گم کرده بودم الان پیداش کردم. برای لبمون اول با یه گوش پاکن خیس لبتون رو تمیز کنید و بعد از یه دونه کانتور، کانتور چرب از این استفاده کنید، یکم دور لبتون رو کانتور کرده دارید. این پایین لبتون تا زیر لبتون هم بیاد که لبتون رو برجسته تر کنه. به این صورت بعد هم میتونید هم تینت صورتی بزنید هم برقلا. به نظر من که یه برقلا به این شکلی جوابه. تینت من نمیدونم ولی شما میتونید تینت بزنید، یه کوچولو که رنگ گیر. البته این برقلا هم خودش یکم رنگ داره. این شکلی شد. به این صورت وایسی ببینم حس میکنم یه چیزی کمه، یکم دیگه لپامو قرمز کنم براتون. این هم از این ببینم تموم شد دیگه میکاپمون، درسته؟ من اگه چیزی جا انداختم حتما توی کامنت ها بهش اشاره کنید آفارا، وگرنه که به نظرم تمومه. دیگه شال داشتم، الان شال سرم میکردم. نمیدید چقدر با شال خوب بوشد، یه بوده باید سیفرست. خب بچه ها شالم هم سرم کردم، آماده یه آمادم. خب دیگه بریم سر یه قراره. امیدوارم که دوست داشته باشید. ببینید این شکلی شد. دوستتون دارم. این نکاتی که گفتم حتما رعایت کنید، خیلی خوب میشه، خیلی